بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی و شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال یک یک شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته تانو به خوبی مطالعه کرده باشید با یازدهمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هشتم مهمان خانه های شما عزیزان هستیم در ابتدا ما و شما یک مروری از درس گذشته داشته باشیم خوب شاگردای خوبی که درس گذشته ایشان به خوبی خواندن چند نمونه سوال تشریحی رو با یکدیگر میخوانیم سوال اول دانه نباتات تخمدار شامل چه بخشایی است شاگردای خوب دقت کنید شما در صنف هشتم از بخش دانه فقط ای را یاد میگیرین که دانه نباتات در دا درون خود یک بخشی به نام امبریو یا جنی نداره که و یک پوشش سختی که امبریو در دا داخل از او قرار میگیره و بخش های بیشتر و جزئیاتش در صنوف بالاتر انشالله یاد خواهید گرفت سوال دوم جینوسپرم چیست؟ در جلسه گذشته ما شما خواندیم که نباتات ظاهر البزر یک نام دیگه به نام جمنسپرم دارند جمنو به معنای برهنه و اسپرم به معنای چی بود؟ دانه سوال سوم بزرگترین نباتات ظاهر البزر چه نام دارن؟ ما و شما گفتیم که نباتات ظاهر البزر یک گروپ عمده و بزرگ او چی نام داشت؟ مخروطیان خب قوزه چیست؟ قوزه همو بخش تولید مثلی در ساختار مخروطیان هست که تحت عنوان مخروط های مذکر و یاد میشد. سوال بعدی چند نمونه از مخروطیان را نام ببرید. چند نمونه شد؟ سه نمونه شد در جلسه گذشته برای شما عزیزان گفتیم. کاج، صرف و سنوبر سه گروپ عمده و بزرگ مخروطیان بودند. سوال بعدی گامت مذکر و گامت معنیس در چه بخشی از درخت کاج تولد میشن خب اگه یادتان باشه گفتیم در درخت کاج در مخروطهای معنیس یک بخشی به نام تخمه وجود داره که در داخل بخش تخمه گامت معنیس رشد میکنه یا حجره تخمی و در مخروطهای مذکر یک بخشی به نام دانه گرده داشتیم که در داخل دانه گرده گامت مذکر رشد میکرد پس اینجا بخش تخمه گامت معنیس روشت میکنه و دانه گرده گامت مذکر سوال بعدی مخفی البذر چیست؟ مخفی البذر نباتاتی بودن که دانه آنها به داخل میوه ها پنهان بود این موضوع درس امروز ما و شما است. خب شاگردای خوب دقت کنید بسیاری از نباتاتی را که ما و شما در اطراف خود در زندگی روزمره می بینیم جزو نباتات مخفی البذر یعنی دانه اونا در دا داخل میوه پنهان میشه خب این درخت در ابتدای فصل نزدیک بهار که میشه ابتدا گل میده به همین خاطر هست که این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد میشه شما این نباتات چی ظاهر البذرها و چی مخفی البذرها را در صنف هفتم خواندید و این مطالب برای شما مطالب آشنایی است اما یک کمی امثال تکمیلتر او را میخوانیم شاگردای خوب نام دیگه ای نباتات ظاهر البذر بود جمنسپرم حالا ما و شما امروز برای نباتات مخفی البذر نام جدیدی را تحت عنوان اسپرم یاد میگیریم انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای دانه هست یعنی نباتاتی که دانه آنها درون میوه پنهان شده معمولا در فصل تابستان میوه های رنگارنگی را ما و شما در بازار میبینیم که رنگ های بسیار زیبا داره و بسیار خوشمزه هست که این نباتات مربوط به گروه مخفی البذر هست مخفی البذرها یا نباتات گلدار ما و شما ببینیم که چه ویژگی هایی دارد این نباتات رو گفتیم نباتات گلدار هم میخوانند ابتدا گل میدهند و سپس گل به میوه تبدیل میشه خب شاید به خاطر داشته باشید که درختان در فصل بهار که نزدیک میشه گل میده و اگر در نزدیکی فصل بهار در نزدیکی روزای اول سال نو اگر باران شدید باشه والدین یا بزرگترای ما و شما ابراز نگرانی میکنن و میگن این باران شدید یا این زاله هایی که یا ژاله یا تگرگ که میباره اینا باعث میشه گل های درختان بریزن حالا ما و شما امروز میفهمیم که نگرانی از, او از اونا به این خاطر است که اگر این گلا بریزن این گلا باید به میوه تبدیل میشدن پس در نتیجه درختانی که میوه تولید میکنه با مشکل روبرو میشن میوه ها به انتشار دانه ها کمک میکنه نباتات ظاهر البذر نباتاتی بودند که میوه نداشتند دانه اونها در طبیعت رها میشد حالا به کمک باد اینها بر روی خاک یا آب قرار می و در شرایط مناسب رشد میکردند و یک نبات جدید به وجود می آردن. اما نباتات میوه دار که دانه اونها در داخل میوه قرار داره این میوه ها هست که در یک باغ تولید میشه به بخش های مختلف حتی به شهر های مختلف حتی به کشورهای مختلف صادر میشه پس در نتیجه این میوه کمک میکنه که دانه این نباتات در مناطق مختلف پراکنده شود نباتات مخفیال البذر به چند گروپ تقسیم بندی میشه پارسال هم شما ایرا خواندید که این نباتات به نباتات یک پله ای یا یک مشیمه و نباتات دو مشیمه تقسیم بندی میشه خب نباتات یک پله ای یا یک مشیمه از نظر تغذیه برای ما و شما بسیار مهم هسته چون که در گروه قلات قرار میگیره و قلات منبع بسیار مهمی از نظر تولید انرژی در بدن موجودات زنده به حساب میآید این نباتات شامل گندم، جو، جواری، برنج، گندنه، پیاز و نیشکر هست حالا خوب است که همینجا ما و شما یک موضوع را بدانیم که جو در زندگی ما و شما اهمیت زیادی داره کسانی که دچار مرض شکر، قند یا دیابت هستند اونا از گندوم باید کمتر استفاده کنه یعنی از نان گندم، از نانی که از آرد گندوم درست میشه بهتره بسیار بسیار کمتر استفاده کنه در جای از اونا بهتر است که از جو استفاده بشه چون گلوکوز یا قند جو کمتر از گندوم است خب این نباتات نباتات تکمشیمه بعضی از اونا مثل زنبق لاله و سنبول جز نباتات زینتی هم هست برای زیبایی در دا داخل گلدان گل کاشته میشه در دا داخل باغه ها و باغچه ها هم ما این نباتات هم میبینیم که برای زینتی یا زیبا شدن محل زندگی ما و شما هم مورد استفاده قرار میگیره اما نباتات مخفی البذر یا نباتات دو مشیمه خب این نباتات تعداد بیشتری را داره در طبیعت شامل علف ها بوته ها و درختان هست خب ما شما میدانیم که علف ها عمر کوتاهی داره بعضی از این علف ها یک ساله بیشتر عمر نداره بوته ها را داریم که چندین ساله هم میتونن باشن و درختان که بسیار بزرگ هستن و یا از چوب و یا از میوه اونا ما, و شما در زندگی روزمره استفاده میکنیم خب حبوباتی هم جز گروه هست تحت عنوان گروه مثل نبا، لوبیا نخود و مشون که حبوبات یک نقش بسیار مهمی که در بدن ما و شما داره و ارزش غذایی از اونا به خاطر پروتئین هست اگر ما و شما در رژیم غذایی روزانه دسترسی به گوشت قرمز یا گوشت سفید نداشته باشیم میتونیم تا حدود کمبود پروتئین خودمان از طریق مصرف لوبیا، نخود، عدس و موشونگ هم تامین کنیم. نباتات تکمشیمه و مشیمه با هم تفاوتهای داره یعنی یک فرقایی داره که در سال گذشته هم شما این فرقا را خواندید شاگرده خوب اگه به خاطر داشته باشید از صنف هفتم ما نباتات تکمشیمه را از روی دانه، از روی ریشه و از روی برگ اونا تشخیص میدیم زمانی که ما و شما یک نبات در طبیعت میبینیم نباید حتما برای تشخیص از اون نبات او ریشه اون نبات از داخل خاک خارج کنیم که از روی ریشه تشخیص بدیم که به اون نبات هم آسیب برسه بهتر است از روی اگر برگ داره به گل برگ های برگ نگاه بندازیم که این رگ از موازی هست یا غیر موازی است و اگر گل داره از روی تعداد گل هم ما و شما میتونیم تشخیص بدیم اگر فراموش کردین از بیولوژی سنف هفت ما جدول تفاوت میان تکمشیمه ها و دومشیمه ها را اینجا مجددا برای شما شاگردای خوب آوردم با یک دیگه میخوانیم تا یاد بگیریم که نباتات از چه بخش ما و شما بشناسیم خب نباتات تکمشیمه و دومشیمه از لحاظ دانه از لحاظ ریشه از لحاظ انساج انتقالی برگ و گل قابل تشخیص است خب ریشه هم که شما در سال گذشته خواندید ما دو نوع ریشه داشتیم ریشه سیستم ریشه راست و پاشان نباتات تک مشیمه ریشه پاشان داره و نباتات دو مشیمه ریشه راست داره که ریشه راست یک بخش زخیم و محکم داره و یک بخش های مویک ریز که براحتی با چشم تشخیص داده میشه خب از روی انساج انتقالی ما و شما میتونیم تشخیص بدیم در نباتات تکمشیمه انساج انتقالی نظم مشخصی نداره پراکندن اما در نباتات دو مشیمه انساج انتقالی به صورت یک دایره متحد المرکز یعنی به صورت یک دایره فرضی در دا کنار یکدیگر قرار میگیره رگبرگ ها را در دو نبات میبینیم که در نبات تکمشیمه رگبرگ های که در برگ هست موازی هست و در دو مشیمه ها رگبرگ ها غیر موازی است. در گل از این نباتات دقت می کنیم از لحاظ تعداد گلبرگا اگه تعداد گلبرگای اونا کم باشه سه یا مزربی از سه باشه جز نباتات تک مشیمه است و اگر تعداد گلبرگای اونا زیاد باشه پنج باشه چهار باشه یا بیست باشه یا مزربی از این دوتا باشه جز نباتات دو مشیمه خواهد بود اما نباتات تخمدار در زندگی ما و شما چه اهمیتی داره شاگردای خوب ما فراموش نکنین که در کشور عزیز ما و شما افغانستان نباتات بسیار فراوان و زیادی وجود داره که از این نباتات استفاده های بسیار زیادی میشه ما از نباتات استفاده های زیادی میبریم مثلا از سوخت از درختان از چوب اونا به عنوان سوخت در گرم کردن خانه ها در فصل زمستان استفاده میشه که البته بهتر است که انشاءالله کم کم با پیشرفت علم و تکنولوژی در کشور ما و شما ما نباتات خود دیگه به خاطر گرم کردن خانه ها مورد استفاده قرار ندیم و از جایگزین انشاءالله استفاده کنیم اما مصارف و استفاده های دیگه هم از نباتات ما و شما میکنیم فراموش نکنین شاگردای خوب که فراوانترین تولید کنندگان مواد غذایی نباتات تخمدار هست تمام قضاهای ما و شما یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به نباتات ارتباط داره حتی ما و شما زمانی که از گوشت استفاده می کنیم درست است که ما گوشت مصرف می کنیم اما این گوشت از بدن یک حیوان علفخار هست که او حیوان مستقیما برای رشد و رشد و تکسر خود از نباتات استفاده میکنه به عبارتی در تمام زنجیرهای های قضایی در هر محیطی حلقه اول تولید کنندگانه که این تولید کنندگان نباتات هست اگر نباتات از کره زمین برداشته بشه به با گذشت زمان اندکی تمام موجودات زنده از بین خواهد رفت چون یک حلقه اساسی و بزرگ زنجیرهای های قضایی نابود شده و حیوانات گیاهخوار یا, یا علفخوار برای ادامه زندگی دچار مشکل میشن و زمانی که این حیوانات از بین بره ما و شما هم استفاده هایی که از این حیوانات میکنیم چه از پوست اونا چه از شیر اونا و چه از گوشت اونا ما و شما هم دچار مشکل خواهیم شد خب علاوه بر ارزش غذایی نباتات در زندگی ما و شما در امراض بیماری ها هم نقش داره امروزه با پیشرفت علم طب و مشخص شدن عوارض دواهای کیمیاوی انسان ها به سمت استفاده از دواهای گیاهی یا نباتی روی آورده که عوارض اونا کمتر است مثلا برای درمان بیماری مالاریا از پوست یک نوع درخت که ترکیب به نام کیتین داره مورد استفاده قرار میگیره ایرا استفاده میشه برای درمان بیماری مالاریا یا ما شما از داروهای مختلفی برای پایین آوردن فشار خون برای کاهش امراض معده برای سلامتی پوست مواد زیبایی و آرایشی خود ما در ماسک هایی که به عنوان سلامتی پوست از اونها استفاده میشه هم نباتات میبینیم خب از این نباتات علاوه بر سوخت و زیبایی و مواد غذایی در ساخت سامانالات منزلم استفاده میشه چاوکی، میز، صندلی، الماری، در، پنجره اینا چیزایی هستن، سامانالاتی هستن که از چوب تهیه میشن حتی هنوزم بسیاری از منازل هست که در پوشاندن سقف خانه های خود از همین تنه درختان یا از چوب اونا استفاده میکنن خب منبع اصلی و مهم کاغذ هم چوب هسته و حتی از چوب در تهیه ابریشم مصنوعی هم مورد استفاده قرار می گیره. خب یک استفاده و جایگاه مهم دیگه که نباتات داره نباتات روغنی هست به عبارتی منبع مهم شهم یا چربی هم بعضی از نباتات محسوب میشه مانند شرشم، کنجد، پنبدانه و زیتون که امروزه ما و شما میبینیم که علم به سمتی پیش میره که روغن و چربیه های نباتی را کم کم جایگزین روغنهای حیوانی میشه خب بسیاری از این نباتات علاوه بر تولید انرژی که برای ما و شما میکنه در سلامتی بدن ما و شما هم نقش داره مثلا چهار مغز یا گردو هست که بسیار برای رشد حجرات مغزی ما و شما و برای فعالیت حجرات مغزی ما و شما مفید خواهد بود و یا جواری هست که جواری هم جایگاه جدیدی در مصارف غذایی ما و شما پیدا میکنه مغزیجات که شامل بادام و گردو و چارمغز و جلغازه و غیره میشه که در کشور ما و شما الحمدلله نعمت های خداوند فراوان است اینها برای رشد کودکان برای افراد مسن و برای زنان باردار بسیار توصیه میشه و اهمیت داره علاوه بر نباتات تخمدار علاوه بر نقش روغن یا چربی یا انرژیزایی که داره منبع مهم پروتئین هم هستند مانند لوبیا نخود مشونگ و عدس است که اینا رو گفتیم که اگر پروتئین بدن ما و شما کم باشه ما به امراضی من جمله سوی تغذی دچار میشیم که سوی تغذی هنوز هم در کشور عزیز ما و شما وجود داره و کودکانی که سالانه از کمبود مواد غذایی رنج میبره خب اگر زمانی که ما دسترسی به گوشت نداشته باشیم به پروتئین حیوانی دسترسی نداشته باشیم میتونیم از این پروتئین های نباتی استفاده بکنیم مخصوصا عدس در رژیم غذایی ما و شما باید بسیار جای خوبی داشته باشه چرا که در جبران کمبود آهن یا کمخونی بسیار مهم هست و بسیار هم جز نباتات نباتاتی هست که سریع و راحت هم در آماده میشه و در پخت و پز مورد استفاده قرار میگیره خب شاگردای خوب و عزیزم انشالله که از درس امروز لذت برده باشید چیزهای زیادی را یاد گرفته باشید و چیزایی را که یاد میگیرید و دیگر اعضای خانواده خودتونم انتقال بدید و رژیم غذایی و ارزش‌های غذایی را ما و شما باید جایگزین بکنیم خب عزیزان تا جلسه بعدی شما را همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم درستان خوب بخوانید که انشالله در جلسه بعدی چیزهای جدید و جالب را ما و شما یاد بگیریم خداوند یار و نگهدار شما